الهی به یک نکته مشکل حل ساخته است. بسم الله الرحمن الرحيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اگر در امری در ما بینتان اختلاف بروز میکند با خدا و رسول اله ایر راجی کنین. با کلام الهی و با سنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام میبینیم که ملامت کیست، میبینیم که ملامت کیست. جهان اسلام از هم پاشید، همه تباه و برباد شد. متاسفانه قیادت جهان اسلام از بین رفت، خلافت اسلامی از بین رفت، در مابین استعمار توته توته شد. امروز همه چیزمان به دست دیگراست، سرمایه‌مان به دست دیگراست، منابع طبیعیمان به دست دیگراست، یورانیومون هم به دست دیگراست، اتم به دست دیگراست. قرآن میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. کجاست تو مسلمان؟ در مقابل دشمنانتان باید آمادگی از قوت داشته باشی. امروز به تو اجازه نیست که از انرژی طبیعی کشورت حتی به خاطر روشن ساختن چراغت استفاده کنی. و جانب مقابل دعای حقوق بشر، کدام بشر؟ بشری که مالک 150 بم اتم باشد و بشری که اجازه نداشته باشد که از منبع طبیعی خود استفاده کند. این کدام حق و کدام بشر؟ در اینجا قرآن به یک آواز به شریعت به طرفی تعاون و همکاری در تامین عدالت دعوت میکنه. ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. در کارهای نیک با یک دیگر دست بتین همکار باشین، در ظلم با ظالم یک جا نشین، با ظالم و تجاوزگر هرگز یک جا نشین. ای پیام قرآن است دوستای عزیز. قرآن به ما مسلمان ها دستور میده از منابع طبیعی خود استفاده بکنیم. ذلت هرگز نپذیرین، دستتان به دروازه اغیار دراز نکنین. بزرگ دستتان به دروازه اغیار دراز نکنین. وقتی بود که اغیار جیرخور ما بود، بیت المال ما غیر مسلمین مشکلش تامین میکرد. امروز از کلیسا برای مسلمان ها خیرات جمع میشه. کجای ما و شما به قرآن عمل کردیم؟ اینجا است که انتقادات سرازیر میشه. خب وقتی که شما میگیم که کتاب ما کتاب کامل است، شریعت ما شریعت کامل است، ما میگیم با وا گپ سید جمال الدین افغانی را میگیم برشان، میگیم کتاب ما مطالعه کنیم، منهج ما مطالعه کنیم، سنت ما مطالعه، خود ما مطالعه نکنیم. ما متاسفانه از این منهج الهی فاصله گرفتیم، بنا انزلیل هستیم. یک مقوله ای که حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه داخل فلسطین می شود، قدس فتح می شود، داخل قدس است، غلام در اسب سوار است، امیر المؤمنین پیاده پیش روان است. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه به استقبال امیر المؤمنین میگه امیر المؤمنین شما اگر سوار شین داخل شهر قدس میشین. میگه گپ چیست؟ ای خو نوبت غلام است، نوبت ما از مدینه تا اینجا به نوبت شد رسواری کردیم. میگه مردم اینجا یک تعداد مردمی هستن که باز انتقاد میکنن که امیر مسلمان ها را ببی که نعلینش دزیر قولش و پیش عصب غلام روان است. شمشیر خدا کشید، گفت ابو عبیده بودی وگرنه کسی دیگه می بودی به این شمشیر گردن تا قطع می کردم. کن اذله، ما ذلیل بودیم، عقب مانده بودیم، در بدر بودیم، دخترای خدا زنده در گور می کردیم، بتار می پرستیدیم، از همه چیز می ترسیدیم. خداوند به برکت این دین و اسلام به ما عزت داد. فمن یبتغی الاسلام العزة في غير الإسلام أذله الله. کسی که عزت در غیر ایدین جستجو می کند خداوند او را ذلیل می سازد. ایبتغون عندهم العزة، پیام قرآن است. آیا عزت از نزد دشمنای خداوند به دست میاریم؟ فإن العزة لله جميعا، منبع عزت پیش پروردگار است. بهترین زمین امروز مسخر برات ساختگی است و در بدر می گردی. هر روز میشنویم که افغانستان باز قحط سالی تهدید میکنه.
بلیاز خدا. چرا به این قرآن گوش نمیدیم؟ چرا از قرآن همه چیز خدا نمیگیریم؟ هو الذی جعل لكم الارض ذلولا. کاش که امت بیدار شود، کاش که یک تماسی به قرآن، بلیاز خدا پدرای مهربان. به کرسی کمپیوتر ما منکر نیستم، تکنولوژی پیشرفته است. یک جوان مسلمان باید بهترین کمپیوتر مین باشد، بهترین زبانه های انگلیسی و خارجی را بداند، به خاطر دعوت، به خاطر فهم اسرار دیگران، به خاطر نیل به تکنولوژی پیشرفته. ولی بلیاز خدا، تو وقتی که 5000 افغانی را آماده هستی به کورس انگلیسی که خدا میداند که او ماستر برای انگلیسی رفته یا نرفته، 1000 افغانی به یک حافظ قرآن بده که بچی تا قرآن درس بگوید، تا از قرآن وقت خودت تیر شد، از قرآن بهره ببریم. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، ذاتی که زمین را در خدمت شما قرار داده است. فامشوا فی مناکبها، حرکت بکنین در اطراف و جوانب زمین. و کلوا من رزقی، رزقی که خداوند در این زمین براتان دفن کرده، بیرون کنین و از او استفاده بکنین. دروازه باران در افغانستان یا برف بند شد، افغانها از گریستنگی میمرن. در افسوس خبره ده چه حق کسان چی پا قرآن بند ایمان نلری. گوره چی وطنی کم زی که ده دلتا سنگ را غلی دی، ده خپل گتی دو پاره را غلی، زما و ساده گتو دو پاره نه. تا احمقی که فکر که چی دغه خلق را غلی دی چی زما و استاد پاره خدمت وکی، پیسی مصرف کی، دسته حماقت ده. آقا حق دی کله چې ته مستحق د ژوند نه یې، په خپل کلام باندې، الله په کلام باندې عمل نه لري، دغه ذلت په تا باندې لګېدلی دی، او دا ذلت به لرې نه شي تر څو پورې چې الله ته رجوع ونه کړي. فکر زنه بگیرین از کجا و کجا به خاطرې به دست آوردن یک احجار کریمه، به خاطرې به دست آوردن چای نفت، به خاطرې به دست آوردن معادین، همه گبابان است. جنگ اقتصاد است، همه گپابان است. جنگ تأمین منافع به اصطلاح کشور کشاها است. ولی از زیر پایت او طرفش کجا کار دارم؟ متاسفانه امروز تعصب به کشورهای خلیج بیشتر میکنیم. چاهای نفت، چارپای شیخ در بالای چای نفت تختش ماندگی است. چارپای کجا تخت؟ تخت مستلا ساخته شده است بالای چای نفت، تخت از تخت. وقتی که بالایش خطری میاد، از مستر کمک میخواهد. مستر بیا که خلاص مرا میکشن، میخورن مرا. خو ای پول کجا میروه؟ ای سرمایه کجا میره؟ ای سرمایه جهان اسلام در بانک های دشمن میرود و منافع از او کجا میرود؟ با شرکت های تسلیحاتی دشمن او میساز سلاح، پس میآید در فلسطین، در عراق، در افغانستان، در تمام اطراف و جوانب جهان مسلمان کشته میشه توسط پول خودت. متوجه باش از این پول چی ساختی؟ عمر اگر باشد رضی الله عنه، علی اگر زنده شود 4 روز، یکی از یارا زنده نمیماند. فقط چیزی که استفاده میکند، بهترین جلبیه مقبول و بسیار معطر و چادرکی بسیار مقبول معطر و عطرم نام خدا از لندن میه، کتیگکشم به 5000 ریال قیمتش است، به مال و استعمال کو برو داخل شه. در این جای جلبیه همون کرته دراز هم میگن، نوشته است که میدین چینا، ای هم در چین جور شده است. خو همچنین امتی مستحق زندگی هست؟ هرگز نه. این قرآن است، این قرآن است که اصل را وضع کرده است. ان الارض یریثها عبادی الصالحون، زمین را به میراث میبرد بندگان نیک و صالح ما. هر انسان عیاش، شهوت پرست، خودخواه، مغرور، متخنس مستحق زندگی و قیادت زمین نیست. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
الله وعده کرده است با کسانی از شما که ایمان دارن عملی درست دارن لیستخلفنهم فی الارض تا اینکه اونها را خلیفه بسازد در زمین قیادت خداوند به وابطد کما استخلف الذین من قبلهم چه قسمی که خلیفه ساخت در زمین قیادت داد به کسانی که به همین صفت بودن قبل از ایشان وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم خداوند وعده سپرده است خداوند برشان نصیب میکنه تمکین میده قدرت میده نصیب میکنه قانون و دینی که خداوند برشان پسندیده است وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یا سلام امروز به میلیاردها مصرف و خاطر تامین امنیت و به خاطر از بین بردن خوف نخیر اینجاست اینجاست تأمین امنیت و اینجاست از بین رفتن خوف می فرماید وليمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا خداوند به صیغه تأکید به اسلوب بسیار مؤکد به قوت می فرماید که الله جل جلاله برشان تمکین می ده قدرت می ده قانونشان نافذ می سازه حاکمشان می سازه دستشان بلند می کند خوف خطر پریشانی را از بین می برد امنیت تأمین می کند فضا قسمی می شود که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا فقط مرا می پرستن با ما هیچ قوتی را شریک نمی آرند این وعده پروردگار است کاش که سر بزنیم به قرآن دوستای عزیز همه نسخه های مجرب نه تنها برای جهان اسلام برای جهان بشریت در قرآن است حل مشکل جهانی الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون حل مشکل جهانی در یک جمله در یک آیه کسانی که به الله ایمان آوردند مرتکب ظلم نشدند مرتکب ظلم نشدند فقط امنیت از آن ایشان است امنیت از آن بلی امکان دارد که بعضی کشورهای هست که امنیتش مثال داده می شود امنیت نه تنها امنیت ظاهری است بزرگترین امنیت قلبی است که او بدون ایمان امکان ندارد کلمه ایمان و معنی ایمین بودن است در قلبی که ایمان جوش می زند غیر از خدا دیگه از کس نمی ترسد خوفی وجود ندارد هیچ وقت خوف با ایمان یک جا شدن نمی تاند پیوزر که در ایمان و در خوف و یره یوزه جمع که دل ممکن نده داده الله فرماند ایست دوستای عزیز به شما جوانا چی پیام قرآن دارد انهم فتیتون آمنو به ربهم قبلن هم صحبت کرده بود امروز دوستای عزیز ما باید به منطق رسایی که خداوند برمان داده است کلام الهی در دسترس مان است سنت پیغمبر مان در دسترس مان است بهترین نظام زندگی در دسترس مان است و خصوصا شما جوانا رسالتی بزرگ دارین مسئولیتی بزرگ دارین در رشته هایی که میخوانین خدا بدانانین و بفهمانین و بفهمین که این سرزمین سرزمین اسلامی است دکتر هم میشه باید مسلمان باشی اسلام باید بفهمی انجینر میشه باید اسلام بفهمی حقوقدان میشه بدون حقوق شرع نمیتونی که حقوقدان شوی بناهن از این دروازه میتونین که به ملت شریف و عزیز خود خدمت بکنین ملتی که قسم یاد کرده است که غیر اسلام غیر از ارزش‌های اسلامی و قوانین نجات بخش اسلام هیچ چیزی را نمیپذیرد بنانی مسئولیت شماست دشمن مصروفتان نکنه یک کمزایی او جبدی چه شیدی او قوم به قوم کی به قبیله کی به سمت کی خیال کوی دا لوی مرض دی او بچه بدخشانی او بچه مزاری او بچه هراتی از یه بیشتر دشمن فریبت نتا قنداری از توست پکتیاوال از توست غزنیوال از توست اعضای فامیلت هست او قنداری خیال کوی
خیال کوا دشمن ته اجازه ور نکی بدخشان استادی مزار استادی قندوز او تخار استادی پنشیر او پروان استادی کلغمان او کقندهار او کلغمان دی وطن زما دی او کپنشیر او کا پروان دی وطن زما دی دشمن ته اجازه ور نکی چې د قوم په اساس باندې د جبې په اساس باندې ټول مونږه د یو کور اعضا یو هېڅ چیرې د پوهنتون کیمیایي ماکم ګرفتګي د بری بدخشي نه چسب با برادر قنداری خود با برادر پکتیاوال خود او قنداری د قنداریانو پسې مه ګرځه خیر پیزنی په قندهار کې ستا دوستان زیاد د بدخشان وي د پنشیر وي دا بت مات کوي مه پرېږدئ استعمار ته چې بیا د قوم په اساس باندې د تعصب په اساس باندې ستاسو اخوت او وحدت او یک پارچگی د منځ نه یوسي ای مسئولیت شماست جای تعصف هست که خدا نخواسته در قانون علمی ما بوی تعصب از درس استاد از مشام یا از دان شاگردی که او در مسیر علم و فرهنگ است بوی تعصب بیرون شود از چه گذشت گذشت با آینده فکر کنین رسالتتان است ان هذه امتکم امتا واحده همه یک امت هستیم قرآن ما را به قوم خطاب نکرده است هر پیغمبر به قوم خاص فرستاده شد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به تمام بشریت نه تنها بشریت به جن و انس فرستاده شد به همگی لفظ امت خطاب شده است دوستای عزیز امت از این بیشتر نگذاریم که از اختلافمان دشمن استفاده بکند به قرآن گوش بدیم دوستای عزیز وقت بتیم به قرآن پاک از جوانا خواهش میکنم که حفظ بکنین من خرد بچه بودم بچه یک قریه هستم از یک قریه عقب مانده ترین قریه حضرت قبلگاه صاحب خداوند در دنیا و آخرت عزت شان بده که فضل الله و سبب حفظ قرآن پاک جناب قبلگاه صاحب شد از خردی من در سن 12 سالگی قرآن حفظ کردم و همیشه ای وقت اگر در کار اشتراک میکردم میگو بشیم من تو را در راه خدا وقف کردیم مادری ما در خوردی که خودم خورد بودم از دنیا تشریف برده و رحمت الله علیها خداوند غریق رحمت داشته باش به قبلگام همیشه میگفته که از ما و خود فقط یک بچه است ای وقف باشه در رای خداوند دوستای عزیز الله به ما کلام خدا نصیب کرد بسیار برکتار عزتی که امروز خداوند به ما داد است از این قرآن است درست است که من تاپترین دگری دکترا دارم ولی بسیار دکتر وجود دارد بسیار ماستر وجود دارد عزت چیزی دیگر است عزتی که خداوند به انسان به برکت دین و قرآن بتد ده او دیگر لذت است شما جوانا بکوشین که قرآن حفظ بکنین حفظ قرآن باعث سربلندی تان میشه در آینده الحمدلله لله الحمد در شرایط کنونی ما در تمام پوهنزی ها پانتونای افغانستان من الحمدلله بسدها حافظ قرآن داریم انجینر حافظ قرآن در حقوق حافظ قرآن در زمین شناسی حافظ قرآن این بزرگترین تحول است کلمه دوم از تعصبات مذهبی کاملا صرف نظر کن یکان وقت با پوهنتون میرم جوانا پیش روی میستانم سیب رفی ادین چی حکم دارد سنت ترک رفع یدین سنت در صورتی که ترک رفع یدین باعث وحدت ما و شما شود چرا خود تچ کنیم بر رفع یدین این کار نکو سنت پیغمبر علیه الصلاه و السلام است لکن تعصب نکو دوستی عزیز ما ملت امت اسلامی به شکل عام و ملت مسلمان افغانستان به شکل خاص فکرتان باش زیر عنوان رفع یدین می اندازمتان دعای بعد از فرض میشه یا بعد از سنت در بعضی مساجد میبینیم که یک طرف چوبا گرفتگی است والله کسی بعد از فرض دعا کنه نمیفهم که چی تو رو چی کارش میکنه دیگه جانب همچنین کسی بعد از سنت دعا کنه چی تو رو چی کار کدام جا صحابه پیغمبر علیه الصلاه و السلام و مسلمان ها خود در این چیزهای خرد و کوچک مصرف ساختن در این جای قرآن نامده که دعا بعد از فرض میکنه یا دعا بعد از فرض ادعونی استجب لکم در محتر ششتگی دعا میکنی دعا
در کوچه رفتارای سی دعا میکنی، در بازار دعا میکنی، در کشتی دعا میکنی، در هر جایی که هست به اخلاص دعا بکو، الله قبول میکند. چرا اختلاف کنیم؟ بعد از فرض باشه یا بعد از دوستایی طور گرفته شود یا یک طور گرفته شود. امروز آمده است که ما خود نباشیم. یک دین پوسیدگی را در بوجی دلار پر کرده و خانه به خانه میگرده زیر عنوان عیسویت و صدها جوانی ما و خود تا گمراه ساختگی است. و دیگر فتنه ای که از او خطرناکتر است که زیر عنوان بهاییت متوجه باشین. تو نمیفهم که دستاش زنهای تو در وقتی سجده بچسبانن یا دور بگیرن. خبر داری؟ فتنه هاست. تو رسالتی بزرگ داری. با کدام روی پیش رسول صلی الله علیه و سلم استاد شیم؟ با کدام روی؟ آیا رسالتی ما به شما امین بود؟ مردم میشنوه یا نمیشنوه؟ خدا کنه هیچ نشنوه. از شنیدن و ناشنیدن مرده کدام مشکل امت محمد حل میشود؟ تجاری محترم، قرآن به تو پیامی دارد. لقمه حلال کو. امکان داره که چند ختم کرده باشی در رمضان مبارک، از بالای آیتم تیر شده باشی که کسانی که سود میخورن حکمشان چیست؟ وقتی پند و موعظه شدن و بازگشتن الله میبخششن. وقتی که باز به جرم سود خوری خود ادامه میتن، با خدا و رسول جنگ اعلان کنن. پس وقتی که قرآن اگر تو میفهمیدی، هرگز به سودخوری ادامه نمیدادی. دوستی عزیز، رشوت خور، از خدا بترس. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بالای آیت اگر سه ختم کرده باشی، او بدبخت، سه بار تیر شدی، سه بار. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. در ما بینتان مالهای خود به طریق باطل که به خاطر به دست آوردن یک چیز ناحق پولی را به حکام بپردازی و با دست بیاری. دوستای عزیز، این نسخه هست، این شفاست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. شفا برای تمام امراض است، برای مرض عقلی و عصبی، برای مرض روانی، برای مرض جسمی، برای مرض اقتصادی، برای مرض اختلاف، برای مرض سیاسی، برای تمام انواع امراض این کتاب شفاست. به هر حال گفتنی ها زیاد است، عمل کم است. الله به من و همگی ملت عزیز من و مسلمان های جهان توفیق بده که این کتاب بفهمیم و به این کتاب ایمان داشته باشیم و این کتاب در زندگی خود پیاده بسازیم. ان شاء الله براتون اطمینان میتم که کلام الهی و دین مبین اسلام و نظام اسلامی ان شاء الله تمام کره زمین فرا خواهد گرفت و مردم به دین خدا فوج فوج داخل میشن. با وجودی به میلیون ها و میلیارد ها مصرف میشه که اسلام بدنام بسازن زیر عناوین مختلف. از تمام برادرای خود که یا در مجال دعوت هستن و یا در مجال جهاد هستن خواهش میکن اصول و ضوابط دین مبین اسلام به شکل درست مطالعه بکنن، به شکلی درست و آگاهانه حرکت بکنن که هر حرکت و هر خطوه و هر قدمی را که برمیداریم او باید درست سنجیده شود، تا اینکه خدا ناخواسته از اشتباهات ما دشمنان اسلام سوی استفاده نکنن و علیه اسلام چه قسمی که همیشه تبلیغ میکنن خدا ناخواسته تبلیغ بکنن انشاءالله آینده در قلم رو اسلام. دوستای عزیز، همگی به اخلاص درود میخوانیم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. یکی از جمله شروط قبولی دعا همیست که در وقتی که دعا میکنیم یقین داشته باشیم که او را خداوند قبول میکنه انشاءالله و به این